سالی بچه‌ها شنیدن این پیام خیلی برام اولش فشار داشت، ولی از طرف دیگر هم افتخار کردم به رهبری، چون هیچ رهبر دیگه نیست تو دنیا غیر از برادر خوب که ظرفیت چنین اصلا پیامی داشته باشه. و واقعا این به اصطلاح پیام و این اتمام حجت مثل اتمام حجت قبلی باعث واقعا استراتژی سرفرازی برادر چه امروز و چه در آینده خواهد شد. و از طرف دیگه هم شک ندارم که مثلا مجاهدین امروز به بهترین وجه سازمانشون نمایندگی میکنیم، یعنی سازمان نمایندگی میکنیم و میزن تو دهن دشمن. معصوم ترین نگاه تو چشمای تو دیدم، من از تو به غرور ستاره ها رسیدم. سیاوش شهید سال 61 در شهر رشت به دنیا اومد. بعد از یک سال به همراه پدر و مادر مجاهدش به خارج اعزام شد که بعد به منطقه مرزی اومدن. با شروع جنگ خلیج که بمباران شروع شد، به خاطر اینکه کودکان مجاهدین از بمباران ها محفوظ بمونند و همه به خارج اعزام شدن، سیاوش هم در این اثنا به سعید منتقل شد. سیاوش قهرمان 12 ساله بود که مادرش در یک سانحه به شهادت رسید. 6 سال بعد همراه با قیام دانشیان در 18 تیر 78 به عشق آزادی مردم و وطنش به منطقه مرزی اومد و به ارتش آزادی بخش پیوست. مهر 78 برای اولین بار سیاوش رو دیدم. یک جوان خنده‌رو و سرزنده. اون برای انجام کاری به بلژیک اومده بود و روز بعد هم عازم کشور دیگه‌ای بود. اون شب خیلی زود آشنا و گرم صحبت شد. سیاوش از خودش و زندگیش در سوئد برام تعریف کرد. اون خیلی آروم و منطقی صحبت می‌کرد و همین باعث شد که من جذب صحبت‌ها شدم. بعد از اینکه مدتی صحبت کردیم، از اون سوال کردم که می‌خوای به کجا بری؟ گفت می‌خوام برم منطقه. من که تازه مجاهدین رو شناخته بودم از این حرف سیاوش شوکه شدم، چرا که باورم نمیشد کسانی هستند که حاضرن برای آزادی مردمشون از همه چیز زندگی، به خصوص یک زندگی مرفه در اروپا، دست بکشن و در سن 18 سالگی مبارزه رو انتخاب کنند. وقتی از اون سوال کردم که آیا به خاطر پدرت به اونجا میری، خندید و گفت من دارم سرنوشت خودم رو رقم میزنم. آیا کسی میتونه سرنوشت خودش رو به خاطر نفر دیگه‌ای، هرچند او پدرش باشه، رقم بزنه؟